کشته شدن 8 جنگجوی طالبان در 24 ساعت گذشته دکتر عبدالله عبدالله به حکمت یار زبان تهدید و زور نتیجه نمی دهد حکمت یار حرف هایی که بوی خون می باید خدا به ایک زیگر از ویدیو های این چینل خوش آمدید تقاضا می کنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید دکتر عبدالله عبدالله به گلبودین حکمتیار زبان تهدید و زور نتیجه نمیدهد دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی به گفته های تهدید آمده گلبودین حکمتیار واکنش نشان داده و گفته است که زبان تهدید و زور در افغانستان نتیجه نمی دهد. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز یکشنبه به مناسبت 26 دل و سال 1399 سال روز خروجی نیروهای شوروی از افغانستان هشدار داد که اگر زندانیان این حزب به زودی بدون قید و شرط از زندانهای دولتی آزاد نشوند ارگ را ماسره می کند و قدرت را از غنی و اطرافیانش می گیرد. عبدالله عبدالله امروز دوشنبه 27 دلوه با سفیر سازمان همکاری در کابل گفت که در شرایط کنونی مردم افغانستان توقع دارند که رهبران سیاسی از زبان تهدید زور و خشونت استفاده نکنند او بدون نام بردن از کسی افزوده که زبان تهدید و زور در افغانستان نتیجه نمیدهد اما بعض چیره های سیاسی گای بدون احتیاط حرف میزنند عبدالله تاکید کرده است که باید همه متوجه وضعیت اساس کشور باشیم شرایط را درک کنیم و پیام آور صلح همدیگر پذیری و وحدت ملی باشیم کشته شدن 80 جنگجوی طالبان در 24 ساعت گذشته وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 80 عضو گروه طالبان در ولایت های مختلف کشور کشته و شماری دیگر هم زخمی شدند به گزارش اسپوتنیک در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان گفته شده است در حملات هوایی و زمینی ارتش برای خونسازازی حملات طالبان در ولایت های قندهار، ننگرهار، بادخیز، غور، تخار، بغلان و هلمن 36 تن از افراد این گروه زخمی و 123 ماین جاسازی شده این گروه خونسا شد در ادامه این ادلایه آمده است در حملات هوایی مقدار زیاد مهمات و سلاح این گروه در آستانه های مختلف متهم شده است. بر اساس گزارش منابع خبری در 24 ساعت گذشته 13 نیروی دولتی در آستانه های دیایکوندی، قنداز، زابل و اورزگان کشته شدند. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفته است. با گرم شدن هوا، درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان رو به افزایش است. و متوقف شدن گفتگاه سل در و هوا اعلام حضور نیری های خارجی در این کشور می تواند. از عوامل افزایشی درگیری ها در این کشور باشد. حکمت حکمتیار حرف که بوی خون می دهد. علی موسوی تحلیل از خبرگزاری افاق جنگ داخلی هم یکی از های تکراری است که این روزها در مباحث مربوط به تشکیل حکومت موقت باز تعریف ساختاری سیاسی و, سی و, سی و بازگشت طالبان با قدرت به عنوان بخش از پیامد ایدیوی ای توافق نامی صلح امریکا و طالبان مطرح می شود در کشور که سایه جنگ حتی در صلح آمیزترین شرایط سیاسی امنیتی سی سی در آن چل سال اخیر همواره بر آن سنگینی می کرده شنیدن درباره جنگ داخلی چندان به موجب نیست اما وقت حرف از جنگ داخلی با نام گلبودین حکمتیار گریم می خورد این حرف وی خون می دهد امرولا سال ماوان اول ریاست جمهوری در واکنش به هشدار اخیر گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی درباره محصر ارگ و سقوط دولت آن را جوک سیاسی خوانده است حکمتیار هشدار داده است که اگر مامورین مجاهدین و افسرانش بر اساس معایده صلح با دولت مدغم و موجیدین مربوط او در شهرک ها اسکن داده نشوند ارگ را ماسره می کرده و دولت را سکوت خواهد داد آقای حکمتیار همچنین به گروه دیگر حمله لفظی کرد و گفت مگر نمی دانید که دی از نا های ملت ستیز و جنگ طلب شعارهای مقاومت دوم را سر دادند شما را از رهبران حزب جمعیت اسلامی از جمله یونس قانونی اخیرا در استیلای مقاومت دوم علیه طالبان در صورت در شدن وضعیت امنیتی استفاده کرده بودند حتی محمد نور در واکنش به گفته های گلبرین حکمتیار نگاشته است گفته های امروز حکمتیار اوج اقدمندی بیچارگی و خبس درونی را اورانشان را نشان می دهد او همچنین حکمتیار را به قتل عام هفتاد هزار فرزند این وطن متهم کرد سلاودین ربانی هم گفته های حکمتیار را تخشیش کننده و آغدمندانه دانسته است. واکنش های هماهنگ و مشابه رهبران حزب جمعیت اسلامی به گفته های تهدید آمد گلبرین حکمتیار بر رغم اختلافات عمیق درون سازمانی آنان نشان می دهد که در صورت که طرف های اصلی جنگ داخلی پیشین آرایش جنگی بگیرند صف آرایی به روز سازمانی بر اختلافات درون سازمانی غلبه می کند و کسانی که امروز با همدیگر درگیر جنگ قدرت هستند محور جنگ بزرگتر علی دشمن مشترک متحد می شون. حزب اسلامی به رهبران بودین حکمتیار و حزب جمعیت اسلامی مردم افغانستان به رهبری سلودین ربانی و نیز متحد قومی آن شورای نظار تحت هدایت احمد چا مسعود از طرف های اصلی جنگ داخلی پس از شکست رژیم کمونیستی بودند پس از امضای توافقنامه صلح میانه اشرف و حکمتیار در سال 2016 میلادی نیز دو طرف چند بار وارد جنگ لفظی شدند با این حال به با باور تحلیلگران آنچه به تازگی از سوی گویبرین حکمتیار ابراز شده و واکنش متقابل سنان جمعیت را هم برانگیخته است آشکارا بوی خون می دهد و این می یکی دیگر از نشانه ها برای خطر آغاز یک جنگ داخلی دیگر باشد از این نظر همگیری و بازی حکمتیار با طالبان و ابراز علاقه به سازش و ائتلاف با آن گروه برای ساقط کردن نظام کنونی و بر افراشتن یک اداره موقت جدید هم انگیزه های قدرتمند و بسیار پر رنگ قومی آیدیلیجی دارد آقای حکمتیار که با وجود آغاز جنگ داخلی میان گروه های مجایدین سرانجام نتوانست به به خود برای تصحب کامل قدرت دست پیدا کند در نهایت مجبور شد با اشرف در حال پیمان صلح امضا کند که نیمی از کرسی های کابینه را عبدالله عبدالله با اقبای سیاسی قومی جمعیتی تاجه کنترل می شاید یکی از اهداف مشترک غنی و حکمتیار برای سال تصعیف قدرت و نفوذ عبدالله عبدالله و شکست حجومی سیاسی جمعیت بر دستگاه دولت بود اگر این برداشت درست باشد این پروژه شکست خورد و ایده نچندان خالقانانه آن صورت گرفت سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیو های بیشتر چینل ما را سبسکرایب کنید تا ویدیوی دیگر الله یار و مددکار همیتان